موضوعی که امروز قراره من و دو سه تا از همتیمی‌های عزیزم در موردش باهاتون صحبت کنیم، احتمالاً یه دو سه ساعتی هم طول می‌کشه، موضوع سیستم‌های امبدد هست، مشکلاتی که دارن و راه حل‌هایی که وجود داره واسه رفع اون مشکلات و نقش خیلی 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 مهمی که نرم افزارهای آزاد دارن در زمینه سیستم‌های امبدد. من مشتاق ورزگری هستم، تقریباً 13-14 ساله با لینوکس آشنا شدم، لینوکس کار میکنم، منتها هیچ وقت تا به الان اندازه که یک سال اخیر تحت تاثیر قدرت این نرم افزارهای آزاد و لینوکس بودم، هیچ وقت تو تمام این 13-14 سال اینطوری نبوده. توی این سمینار میخوام این دلیل رو بگم که چرا چی میشه که نرم افزارهای آزاد اینقدر قدرت خودشون رو نشون میدن توی جنبه های امبدد، سیستم های امبدد، و در مورد این صحبت کنیم. ما توی کشوری زندگی میکنیم که کپی رایت نداریم، به خاطر همین نرم افزارهای آزاد توی 95% حوزه‌های کامپیوتر خیلی جذابیت ندارن. خیلی جذابیتشون حوزه‌های خاصیه، مثل همین دوست عزیزی که ساعت 12 داشتن در مورد HPC میگفتن، یه سری حوزه‌های دیگه. ولی توی حوزه امبدد سیستم که امروز می‌خوایم در موردش صحبت کنیم مفصل، بسیار بسیار نرم افزارهای آزاد، سیستم عامل‌های با هسته لینوکس نقش خیلی مهمی دارن و موجب بهبود پروداکتیویتی میشن، که امروز یکی از بحث‌های اصلیمون همین پروداکتیویتی هستش که می‌خوایم در موردش صحبت کنیم. مباحثی که در موردش صحبت می‌کنیم، اول از همه یه اوورویو کلی روی نرم افزارهای آزاده. نرم افزار آزاد چیه همتون میدونین، همینطور خیلی کلی فقط که حالا باشه توی اسلایدها. بعد در مورد سیستم‌های امبدد صحبت می‌کنیم که ما اینجا الان عنوانش رو گفتیم که نوت خودتون رو بنوازین. صحبت می‌کنیم که چی باعث میشه که سیستم‌های امبدد باعث میشن که هر کسی بتونه هر کاری که دوست داره بکنه، و بعدش حالا یه سری سیستم‌های دیگر هم بهتون معرفی می‌کنیم و کارهایی که دوستان اینجا انجام میدن. می‌بینیم که حالا احتمالاً افرادی که اینجا هستن بیشتر رشته‌شون کامپیوتره و زیاد الکترونیک وارد نیستن. سیستم‌های امبدد و بعدش ورود سیستم عامل به این حوزه‌ها باعث شده که هم مهندسین الکترونیک بتونن از پیشرفت‌هایی که توی نرم افزار حاصل شده استفاده کنن و هم نرم افزاری‌ها بتونن به الکترونیک کمک کنن. یکی از حالا در موردش صحبت می‌کنیم تو بخش الکترونیک، یکی از بزرگترین مشکلاتی که توی الکترونیک الان من حداقل دیدم اینه که بچه‌های الکترونیک دانش نرم افزاری خیلی کمی دارن، به خاطر همین هر چقدر هم سیستمی که طراحی کنن خوبه، بعداً توی پیاده سازی نرم افزاریش به مشکل می‌خورن. ما در مورد این هم صحبت می‌کنیم، به همین خاطر گفتیم پلی یور نوتس. بعد یه کوچولو در مورد دیجیتال الکترونیک صحبت می‌کنیم و اینکه چی میشه که سیستم عامل وارد میشه. بزرگترین چالشی که در زمینه استفاده از سیستم‌های امبدد سیستم عامل دار هست، یعنی کار ریل تایم. یکی از بزرگترین انتقادهایی که به این سیستما وارد میشه اینه که این سیستما ریل تایم نمیتونن کار کنن. ما در مورد این صحبت میکنیم و یکی از کارگاهامون اصلا کلا در مورد ریل تایم. راه حل هایی که خود تیم ما فقط بهش رسیده که دو سه تا از قطعا شاید 20 راه حل دیگه هم باشه، اونا رو معرفی میکنیم. و بعد هم یکی از مهمترین حوزه هایی که در واقع شاین میکنن تمام این نرم افزارا و این سیستما، حوزه اینترنت اشیا رو معرفی میکنیم بهتون، که اونجا دیگه قشنگ قدرت این نرم افزارهای آزاد و سخت افزار، حتی سخت افزارهای آزاد رو هم میتونیم ببینیم. بخش اول صحبت ها در مورد نرم افزارهای آزاده که ما اسمشو گذاشتیم فرار از زندان، زیاد روش بحث نمی‌کنیم، خودتون بهتر می‌دونین. نرم افزارهای آزاد 4 تا اصل دارن که اونای استالمن بنا گذاشته اینا رو، از 0 تا 3 که میگن که هر کس بخواد هر جایی دوست داره برنامه رو اجرا کنه، بتونه استادی کنه کدشو و تغییرش بده و بتونه همون در واقع دوباره توضیحش کنه همون چیزی که داشته رو، که سطح 2 و سطح 3 اینه که اون تغییراتی که داده رو با اون تغییرات بیاد به اسم خودش بده دوباره اون برنامه رو. این 4 سطحیه که آقای استالمن تعریف کرده واسه فریدام و در ادامه حالا توضیح میدیم که این دسترسی به سورس کد و این دسترسی به فریدام بودن اینها چه تأثیری روی سیستم های امبدد میذاره. واقعا اوج قدرت این سیستم ها، حالا اینجا سالان خوبه، اون دوستی که اینجا در مورد HPC صحبت میکرد اینجا نیست، اون میگفت اوج قدرت لینوکس توی سرورهای بزرگه. من دقیقا دارم یه ادعای برعکس میکنم، میگم اوج قدرت این سیستم ها اتفاقا تو سیستم های خیلی کوچیکه، چون تقریبا بی رقیبه.
یه کوچولو در مورد هیستوری بگیم که چی شد که اینا اصلا حالا الان خود مثلا دانشکده کامپیوتر شریف خیلی اصرار دارن و کلا جامعه خود لینوکسیا خیلی اصرار دارن که آقا گنو لینوکس بگین حتما گنو اسلش لینوکس یا خود استال من میگه گنو پلاس لینوکس. اینا رو دیگه خودتون بهتر میدونین. سال 83 پروژه گنو رو گنوز نات یونیکس آقای استالمن شروع کرد. من خودم خیلی دوستش دارم، واقعا آدم روانی فوق العاده است این آدم. و اون پروژه‌ای که شروع کرد و یه هسته کم داشتن، سال 91 که دانشجویی به نام آقای لینوس تروالز یه هسته درست کرد و وقتی که اون هسته رو فقط اون پروژه گنو کم داشت، هسته رو گذاشتن کنارش و یه پروژه سیستم عاملی درست شد به نام گنو اسلش لینوکس که خود استالمن هم اگه فیلماشو سخن سخنرانی امروز صبحش نمیدونم چی میگفت، ولی معمولا خودش میاره یه دایره بزرگ میکشه روش مینویسه گنو، مثلا این پایین یه کوچولو جا داره فقط مینویسه مثلا لینوکس. منظورش اینه که لینوکس خیلی حجم کمی از سیستم عامل گنو لینوکسه، ولی یه همچین داستانه هست. حالا تو اسلاید بعدم یه خورده در موردش صحبت می‌کنم. اینا همیشه با هم دعوا داشتن که این بالاخره سهم کدومشونه این همه پیشرفت. در سال 95 لینوکس خیلی روی سیستم‌های سرور در واقع قدرت پیدا کرد. یه سال قبل از اینکه NT 4 بیاد، سال 2000 یواش یواش، حالا سال 99 ما تو مقالمون نوشتیم 99 ولی حالا هر جفتش هست، سال 2000 یواش یواش اومد توی سیستم‌های امبدد لینوکس، سال 2008 به دستگاه‌های همراه راه پیدا کرد و سال 2010 دیگه با اومدن اندروید و اینا به سیستم‌های در واقع تلفن همراه و گوشی‌های هوشمند در واقع لینوکس راه پیدا کرد. اما اون دیگه خودتون بهتر میشناسین، آقای استالمن و آقای لینوس تروالز اینا همیشه با هم یه کانتروورسی دارن، هنوزم که هنوز دارن و کلا به خون هم تشنن. بحثشون سر همینه، مثلا این هم مسئله که خدمتتون عرض کردم، گنو پلاس لینوکس این میگه و اونم حالا میگه نه من کار مهمو من کردم، همه چیزو من دارم انجام میدم، ولی بحث سر اینه که لینوکس هسته است. و حالا این مؤدبانه ترین جملاتی بود که ما دیروز خیلی گشتیم، این مؤدبانه ترینش بود که معمولا با الفاظ زشتم به کار میبره آقای سلمان، میگه که این سیستم موقعی فقط یوزفول میشه، این لینوکسی که شما درست کردی، که یه سری کتابخونه های پایه بیاد کنارش، یه سری ابزارهای مربوط به کار با پوسته و بعد هم یه سری کامپوننت های ضروری دیگه که در مجموع میشن یه دونه او اس. و حالا این بحث گنو لینوکس وقتی که شما با یه دیستریبیوشن معمولی کار میکنین خیلی کم به چشمتون میاد، ولی تو سیستم‌های امبدد خیلی این مرزبندی مشخصه که شما کی دارین از لینوکس استفاده میکنین و کی از کارهای استالمن استفاده میکنین. اما برسیم به بحث پلیر نوتس که می‌خوایم در مورد اینکه اصلا سیستم امبدد چیه. دو تا تعریف خیلی مهم داره سیستم امبدد، الان در موردش صحبت می‌کنیم، یه تعریف آکادمیک داره و یه تعریف غیر آکادمیک، هر دو تاش درسته، نمیشه گفت کدومش غلطه کدومش درست. بعد میگیم که به چه دردی میخورن اینا و پیچیدگیشون رو میگیم. و اصلا سوال اصلی قبل از اینکه وارد سیستم عامل بشیم اینه که اصلا واسه چی سیستم عامل نیاز هست وقتی که الان 50 60 ساله صنعت الکترونیک داره بدون سیستم عامل کار میکنه. البته تا قبل 2000 سیستم امبدد تعریفی که ازش میشه به صورت آکادمیک اینه که یک دیدیکیتد فانکشن رو انجام میده داخل یک سیستم، یعنی یک سیستم بزرگ مکانیکی الکترونیکی یا مکاترونیکی رو اگه در نظر بگیرید، این سیستم امبد یعنی یکی از اون قسمت ها که خودش حالا ممکنه کامپلکسیتی داشته باشه ولی خودش یه فانکشن خاص رو انجام میده. یعنی مثلا یه گوشی موبایل یک سیستم امبد نیست چون یه سیستم همه کار است، ولی داخلش ممکنه یک سری سیستم های امبدد استفاده شده باشه. به خاطر همین اندروید یک ورژن امبدد لینوکس نیست طبق این تعریف. و یه تعریف دیگه هم داره، این در واقع اینه که نهان شده داخل یه سیستم بزرگتر. یه تعریف دیگه هم داره که اونم تعریف قشنگیه، میگن سیستم های امبدد چون معمولا سیستم های پیچیده ای هم و سیستم عامل دارن، وقتی شما باش کار میکنین سیستم عاملش رو نمیبینین و این نهفته بودنه باعث میشه که بهش بگن سیستم امبدد. یعنی وقتی شما با تلویزیونتون دارین کار میکنین شاید هیچ وقت ما متوجه نشین که این یه سیستم عامل داره، این نهان بودن اون سیستم عامل رو بهش میگن امبد بودن. این دوتا تعریفی که وجود داره. اما سیستم های امبدد چرا نسبت به سیستم های کلاسیک بهترن؟ واقعا اگه ما بخوایم بگیم سه نوع سیستم داریم میتونیم بگیم یه کامپیوتر داریم جنرال پرپوز،
هر سیستمی که جنرال پرپوز باشه، حتی گوشی، بعد یه سیستم امبدد داریم و یه سیستم معمولی. این که سیستم معمولی تعریفش چیه جلوتر توی دیجیتال الکترونیک خدمتتون میگم، ولی اینکه این وسطیه یعنی امبدد چه فرقی داره، چرا خوبه، خیلی 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 اگر کار کرده باشین باهاش میبینین که کاربردش راحته. هزینه اندازه خیلی مهمه، اندازش خیلی کمه که ما اینجا الان معرفی میکنیم به خدمتتون. بحثای امنیت، سیفتی و انرژی اینا هم هست، ولی باز اصلا اینا همش به کنار، مهمترین بخشی که واقعا توی کشور ما کاربرد داره بحث راندمانه، یعنی راندمان فوق العاده ضعیفی که سیستم های کلن سیستم کاری ما داره رو توی بخش مهندسی الکترونیک و نرم افزار تا یه حد زیادی میشه با این سیستم های امبدد جبران کرد. دارن زنگ میزن. پیچیدگی سیستم های امبدد و کلا سیستم های الکترونیکی برمیگرده به یه قانون، یعنی یه قانون بر نمیگرده به اون قانون، توسط یه قانونی بیان میشه به نام قانون مور که همتون میدونین چیه. میگه که حجم ترانزیستورهای بر روی یک اینچ مربع در طی هر دو سال دو برابر میشه، که این دومین بار سکند ادیشن واسه این نوشتیم که اولین بار 65 اینو گفت هر سال، بعد 10 سال بعد عوضش کرد گفتش که هر دو سال. به خاطر همین نوشتیمش سکند ادیشن. اما این خب کلا یه چیز وحشتناکیه از نظر حوزه الکترونیک، یعنی اینکه شما هر دو سال حجم پیچیدگی، از دید پیچیدگی نگاه کنین، نه قدرت، از دید کسی که قراره اینو طراحی کنه و استفاده کنه ازش، اند یوزر، نه حجم پیچیدگی هر دو سال یا هر 18 ماه داره دو برابر میشه. این یعنی کسی که میخواد با این سیستم کار کنه هر دو سال دو برابر پدرش در میاد، برای اینکه همه اینا رو باید مدیریت کنه. کسایی که با میکروها و سیستم‌های سطح پایین کار کردن اینو درک کردن، تمام چیزها رو باید مدیریت کنه، هر دو سال هم تازه این دو برابر میشه، مگر اینکه بخواد تو همون جایی که دو سال پیش بود بمونه، که اون دیگه حالا اصلا بحثش چیز دیگه‌ایه. اما مهمترین مسئله‌ای که در واقع الان سوالی که حالا مطرح میشه، الان تقریبا اون بحث قانون مور جواب این سوال رو میده، ولی حالا ما دوست داریم این سوال رو اینجا بنویسیم که حالا مثلا چرا یه تیوی باید لینوکس اجرا کنه؟ کار تیوی فقط اینه که یه استریم از ویدیوها رو بگیره و نمایش بده. خب یه همچین چیزی چرا یک سیستم عامل پیچیده، یا حالا مثلا اینجا نوشته یونیکس لایک، یعنی خب سیستم های یونیکس لایک نسبتاً پیچیدن، چرا باید یه همچین سیستم عامل پیچیده ای رو خودش داشته باشه در حالی که فقط میخواد یه ویدیو استریم رو بگیره و نمایش بده؟ این چیزی که الان تو بخش بعد در موردش صحبت میکنیم. اما در مورد الکترونیک، من خودم رشتم الکترونیک نیست، خیلی بحثو باز نمی کنم، ولی دوستای عزیزم که بیان اونا باز بیشتر میتونین ازشون سوال بپرسین در این خصوص. میخوایم یه کوچولو فقط در موردش صحبت کنیم که الکترونیک دیجیتال چیه و در واقع میکرو کنترلر کیومن و چی میشه که ما میریم به سمت سیستم عامل. چیزی که ما اینجا نوشتیم کابوس راندمان، و این کابوس راندمان واقعا وجود داره. حالا بحث خیلی جالبی نیست، ولی در ادامه این بحث میشه بهش گفت. ما خیلی تو سیستم های مخصوصا دولتی یه چیز داریم بنام کار سنتی و کار دانشجویی. تعریف کار دانشجویی کاریه که با هزینه اندک انجام میشه، کار دولتی کاریه که همون مثلا 3 روز طول میکشه، ولی معمولا انقدر به سر و تش چیزایی اضافه میکنن 10 ماه طول میکشه با یه هزینه خیلی زیاد، از صفر شروع میکنن، چرخ رو دوباره اختراع میکنن و در مورد اونم صحبت میکنیم. اینو ما اسمش گذاشتیم کابوس راندمان، اصلا با فسادش کاری نداریم، فقط راندمانش واسه ما مسئله است. همون کاری که میشه تو 3 روز انجام داد رو گاهن 10 ماه طولش میدن به خاطر اینکه از ابزار درستی استفاده نمیکنن. یه چیز دیگه هم من بگم الان اینجا، یکی از همین بچهای که این جشنواره رو برگزار میکرد، من هم تو این جریان که میخواستیم تایم بندی ها و اینا رو ببینیم، یه بلاگ پست خیلی چیزی پست کوچیکی گذاشته بود توی که من خودم نمیشناسمش اصلا کیه، خیلی قشنگ بود، خیلی هم کوتاه بود، گفته بود که ما معمولا تکنیکال، بحثای تکنیکال تو ایران اصلا وجود نداره، به این دلیل که همه افراد وقتی 2 نفر با هم بحث میکنن، حالا تازه این حوزه ها که خوبه، این حوزه ها خیلی نزدیک به دنیا و توی دنیای ریاضیات ما تقریبا بحث آنچنان فلسفی نداریم، همه چیز مشخصه، ولی بازم توی همین سیستم، توی بحث‌های تکنیکال هم توی ایران هیچ وقت ما بحثی نداریم، چون معمولا همیشه کار میره به این سمت که اون چیزی که من بلدم بهتره. یعنی شما دقت کنین تو خودتون، من وقتی که دیدم خودم هم همینطوریم،
وقتی که با یه نفر داری صحبت میکنی که از فلان چیز استفاده کن، مثلا از لینوکس استفاده کن، از ویندوز استفاده نکن، و اون میگه نه ویندوز خوبه، یا یکی میگه سی شارپ استفاده کن، یکی میگه اون یکی میگه نه جاوا، تمام بحث همینه، اون چیزی که من بلدم بهتره. یعنی اصلا کسی کار نداره که اون طرف داره چی میگه. حالا من یه بحثم اینه که ما تو این حوزه همینو داریم، ولی بیشتر منظورم اینه که الان من اینجا وایسادم دارم میگم که از ابزار نامناسب کلا داره استفاده میشه، منظورم این چیز نیست، این چیزی که ما داریم استفاده میکنیم خوبه، من فقط دارم اینو معرفی میکنم و دوستام هم میان بیشتر بهتون نشون میدن و بعد حالا این اسلایدر رو میذارن توی سایتشون، مقالمون هم میذارن. خودتون اگر روزی گذرتون افتاد به یه همچین پروژه هایی که الان دیگه کلا دنیای در واقع سیستم های همراه هر روز داره پیشرفته تر میشه و خود نرم افزار هم، حتی مهندسین نرم افزار هم در نهایت باید برن به این سمت که کار با این سیستم ها رو یاد بگیرن. یعنی اون مهندس نرم افزار کلاسیک دیگه ما به اون صورت نداریم خیلی، یا باید برن به سمت تکنولوژی های وب یا به این سمت تکنولوژی های مرتبط با حوزه الکترونیک. ولی اصلا بحثم این نیست که الان این چیزی که ما داریم میگیم اینجا صرفا این بهترین چیزه، اینو مد نظر داشته باشین خواهشم. الکترونیک کلا به دو دسته کلی قابل تقسیمه، الکترونیک آنالوگ و الکترونیک دیجیتال. کلا جهان آنالوگه، یعنی پیوسته است کلا جهان، حالا خیلی نخواهیم فلسفی واردش بشیم. تو الکترونیک از یه جایی به بعد اومدن گفتن که خب سیستم آنالوگ یه سری مشکلات داره، باید همیشه از صفر طراحی بشه، واسه کوچکترین کاری کلی باید سیستم طراحی بشه و قابل شیر کردن نیست، کاملا دیپندنسی داره به همه چیز. اومدن یه چیزی رو درست کردن به نام دیجیتال، یعنی فقط به اون موج سینوسی رو، مثلا اومدن بین اشبا و قط فقط گفتن ما 0 و 1 کار میکنیم، در واقع دقت و فدای سرعت کردن. کل دنیای ما هم الان فعلا دنیای دیجیتاله، حجم زیادیش به خاطر اینکه با یه دقت خیلی بالایی وقتی سرعتش بره بالا، با یه دقت بالایی همون تاثیر رو خواهد داشت. حالا توی دنیای دیجیتال یه مفهوم خیلی مهم وجود داره به نام میکرو کنترلر. ما اینجا عکس جوکر گذاشتیم و عنوانش هم نوشتیم اینتر سندمن. هم سندمن و هم جوکر شخصیت هایی هستن که نمیتونیم بگیم مثبتن یا منفین، یعنی هر کس ممکنه از دید خودش بگه فوق العاده منفیه و یه نفر بگه فوق العاده مثبته. میکرو کنترلر هم دقیقاً همینه، یعنی باز این بحث همیشه یه خورده شخصی میشه که میکرو کنترلر خوبه یا نه. ما الان داریم از این دیدگاه بهش نگاه میکنیم که کلا ته هر سیستم امبدی هم بالاخره یه میکرو کنترلر هست، ولی این چیزی که داریم الان اینجا نقدش میکنیم اینه که واسه هر پروژه‌ای بیایم از صفر شروع کنیم، از میکرو کنترلر استفاده کنیم و بعد کل حجم کاری که انجام میدیم قابل انتقال به پروژه بعدی نباشه، چیزی که دقیقاً متضاد با مفهوم نرم افزارهای آزاد. در واقع نرم افزار اینجا یه جورایی داره اون در واقع هیستوری که هست تو دهه 70 80 و 90 که در واقع یه سری پیشرفت‌های خیلی زیادی تو حوزه مهندسی نرم افزار حاصل شد، اینجا داره تو الکترونیک هم خودش رو نشون میده به یه نحوی. دقیقا ما ورود خود اون موجی که شروع شده بود. ولی حالا اینجا کلا یه اوورویو کلیه که گیت بعد از اینکه شروع کرد به سیکل زدن شد میکروپروسسور. میکروپروسسورها وقتی که کلا در واقع مالتی پرپوز شدن، یه سری ورودی خروجی و چیزای جانبی بهشون اضافه شد، هم میکروپروسسور، میکروکنترلر، و وقتی که یه سری پروسسور جانبی هم بهشون اضافه شد بهشون میگن امبدد پروسسور. البته این ربطی به سیستم های امبدد نداره، منظور پروسسوریه که داخلش یه پردازشی نهفته است. اما حالا مشکلی که پیش میاد چیه؟ همین مشکلی که از اولش من هی دارم جسته گریخته میگم. مشکلات متعدده. یکی این که همون مثل مسئله تیویه. تیویه خب آره قراره که فقط یه دونه در واقع یه جریانی از ویدیو بیاد و فقط نمایش داده بشه، ولی تیوی های امروز که اینطوری نیستن. تیوی های امروز شما میتونین کلی دستگاه جانبی بهشون بزنین، انواع اقسام ورودی خروجی دارن، به اینترنت وصل میشن، اپ روشون نصب میشه، بازی روشون نصب میشه. خب این فقط یه سیستم معمولی نیست که یه ویدیو رو نشون بده، تازه اون استریم ویدیویی هم که داره میاد دیجیتاله و خیلی وقتا هم مثلا تلویزیون کابلی ممکنه انکد شده هم باشه. حالا شما فرض کنید یه همچین چیزی رو یه نفر بخواد بیاد با میکرو درست کنه، یعنی همه این کارا رو باید خودش بکنه، خودش یا تیمش، همه کارا رو، یه سری کارهایی که قبلا هزاران نفر دیگه و میلیون ها نفر دیگه کردن، اون دوباره باید بیاد توی پروژه‌ای که داره از صفر همه این کارا رو انجام بده. خب ما داریم میگیم که پس این کارا نباید بکنی، جال سولوشن داریم، ولی مشکلات اینه. یکی در واقع هندل کردن
تجهیزات جانبی. یه بحث دیگه همون قانون مور که گفتیم، هر دو سال یه بار اگه نخواد درجا بزنه، چیزی که باش درگیره دو برابر میشه. بحث با API های برنامه نویسیه، یعنی وقتی که یه نفر داره با یه میکرو کار میکنه، محدوده فقط به اون API ها و لایبرری هایی که اون سازنده میکرو بهش داده. اگه بخواد مثلا تبدیل فوریه بزنه، فقط باید اون کتابخونه توسط سازنده بهش داده شده باشه. اگه میخواد یه پردازش سیگنال ریزی انجام بده، باز کتابخونش رو باید خود اون سازنده داده باشه. یعنی خیلی وقتا انتخاب میکروها بر اساس قدرت نرم افزاریشونه. یه چیزی که کلا تو دنیای نرم افزار خنده داره، شما توی دنیای نرم افزارهای آزاد آزادین که از هر چیزی که میخواین استفاده کنین، و این دقیقاً توی دنیای میکرو هست. عین اینکه یه سری آدمی ور دارن خیلی راحت و فری زندگی میکنن، و اونور یه سری آدم دیگه دارن به سختی تلاش میکنن تا یه چیزی داشته باشن، در حالی که خب این مشکل 20 ساله حل شده. راه حل هایی که واسه این قضیه وجود داره رو ما سه دسته کردیم. این سه تا راه حلیه که ما استفاده کردیم ازش و جواب گرفتیم واسه اینکه یه خورده اینا رو حل کنیم. یکی استفاده از سخت افزارهای آزاده، که دقیقا موضوع یکی از بچه هاست که میاد در موردش صحبت میکنه مفصل، اصلا مفهوم سخت افزار آزاد چیه. و یکی پلتفرم های هاردور پروگرامینگ آزاده، که این دقیقا باز تو همون ارائه صحبت میشه. سخت افزار آزاد مثل آردوینو که اینجا هست، الان چون وصله بلندش نمیکنم، و سیستم های هاردور پروگرامینگ یا اوپن سورس مثل امبد، اینم باز اینجا هست، بچه‌ها صحبت میکنن در موردش، و سیستم عامل. الان میخوایم در مورد سیستم عامل صحبت کنیم، که سیستم عامل خب قطعاً واسه یه همچین چیزی راه حله، ولی خب یه پی سی بدون سیستم عامل کار نمیکنه، ولی یه میکرو کنترلر یا یه تراشه بدون سیستم عامل هم کار میکنه. این دقیقاً همون نگوشیشنیه که به وجود میاد. خب سیستم عامل واسه یه چی؟ سیستم عامل های آزاد تعدادشون خیلی زیاده، سیستم عامل های اوپن سورس هستن. این دوتا اسم اول من خواهش می‌کنم اگه درگیرش هستی این دوتا اسم اول رو یادتون بمونه، مخصوصا دومی. اینو ما به تازگی البته پیداش کردیم. سیستم عامل فری RTOS، آرتاس هم بهش میگن، و ریوت. ریوت این دوتا کلن سیستم عامل هایی هستن که مثلا سورسشون رو شما نگاه کنین کلن مثلا 10 تا فایل سیه. کاری که میکنن اینه، میان حداقل واسه شما مدیریت حافظه انجام میدن و مدیریت پریفرال ها. یعنی میگن شما مثلا یه آرم داری، واسه اینکه آرمو بخواید برنامه نویسی کنین واقعا باید بدونین که آقا این آرم ساختارش چیه، ورودی خروجیش چجوریه، فلان. این اینه که یه نفر دیزاینری که میخواد با کامپیوتر کار کنه، کار فتوشاپ مثلا انجام بده، نیاز داشته باشه کاملا سخت افزار کامپیوتر رو بشناسه. چرا نیاز نداره؟ به خاطر اینکه یه سیستم عاملی هست، میگه آقا شما کاریت نباشه، من خودم انجامش میدم اینو. این دو تا سیستم عامل های اولی دقیقاً این کارو میکنن واسه میکرو کنترل های پیچیده مثل آرم. میان روش سوار میشن و به قدری ماژولارن که حتی روی سیستم عامل های پی سی هم میشه به عنوان یه پروسس کامپایلشون کرد و استفادهشون کرد. میان روی اون سوار میشن و میگن شما اگه مثلا میخوای با یه مثلا پردازنده آرم کار کنی، نیازی نیستش که همه چیزشو بدونی، بیا فقط چیز کن، ورودی خروجی ها رو از کتابخونه های من استفاده کن. من میام روش سوار میشم، شما فقط از اون لایبرری، از اون هدری که من دادم اینکلود کن، کدتو بنویس، برو جلو. و سیستم عامل های دیگه، حالا گنو لینوکس هست. حالا اینکه حالا لینوکس چرا؟ اون سیستم عامل هایی که اون بالا بود مثلا ریوت و فری آرتاس، اونا خب خیلی محدودن. اینکه لینوکس چرا، این دلایل خیلی مهمه. متأسفانه سریع از روش رد میشم، حالا توی اسلایدها هست، بعداً اگه خواستیم میتونیم ببینیم. بسه در نکنم واسه بعداً میتونیم ببینیم که این علتش چیه، ولی این البته خیلی بدیهیه، ولی تو امبدد این دقیقاً خیلی بیشتر مهم میشه، خیلی خیلی بیشتر مهم میشه. الان شما یه سیستم، مثلا یه پروژه بیزینسی می‌خواید بنویسین یا دانشگاهی، اینکه سی پلاس پلاس باشه یا سی شارپ باشه خیلی وقتا به کاربرد شما بستگی داره، ولی این مسائل خیلی کمتر توش مطرح میشه. چون حتی اگه شما از یه زبون بسته مثل سی شارپ هم استفاده کنین، هر چقدر سرچ کنین، هر چی سرچ کنین پیدا میکنین در نهایت. ولی سیستم‌های امبد اینطوری نیست، یه چیپه و این چیپ محدوده. حالا شما می‌خواید با این چه کارایی انجام بدین، همش بستگی داره که اون تولید کننده چیا به شما داده باشه. وقتی از یه نرم افزار آزاد استفاده میکنین، سیستم عامل میان نصب میکنین روش، دیگه شما آزادین از تمام این پیشرفتایی که از سال 83 استالمن و بقیه انجام دادن. هر چیزی که نوشته شده و
کدش گذاشته شده اونجا استفاده کنین. اونجا اگه می‌خواید دیگه یه FFT بزنین، یه تبدیل فوریه بزنین، دیگه نیازی نیست. سازنده سخت افزار این رو براتون فراهم کرده باشه، بلکه شما میتونین یه کتابخونه FFT دانلود کنین، کامپایلش کنین و ازش استفاده کنین. حالا اینا رو من سریع رد میکنم، خیلی اینا مشخصه. این که میتونین از کامپوننت های همین الان همین چیزی که داشتم اینجا میگفتم، این که میتونین کویک دیولاپ کنین بر مبنای کامپوننت هایی که قبلا بوده، و یا اینکه هزینه میاد پایین. هزینه واقعا تو پروژه‌های غیر امبدد واسه سخت افزار نرم افزار خیلی مسئله‌ای نیست تو کشور ما، ولی تو امبدد هست. تو امبدد شما اگه یه سیستمی بخواید استفاده کنین که مثلا از کتابخونه فلان، دیگه اونجا اصلا خود سخت افزار مثلا قفل سخت افزاری دانگل کرکی وجود نداره که شما بگین حالا من کرکش میکنم فری میشه. اینجا شما مجبورین از کما اینکه بودن دوستانی که توی شرکتشون یه سخت افزاری بوده و خدا تومن باید پول لایسنس فلان استیکه رو میدادن. اینجا دیگه اصلا بحث کرک و اینا مسئله نیست، چون کرک معنی نداره. به خاطر همین استفاده از فری سافر توی حوزه امبدد دقیقاً لوکاسته. همون گزینه اول هم خیلی مهمه که شما واسه اینکه دیستریبیوتش کنین نیاز نیست هزینه بدین. اگه از یه مدل تجاری استفاده بشه بعید نیست که بذاری هر دیوایسی که بفروشین خود اون سازنده درخواست هزینه بکنه. و اینکه فول کنترل دارین، اینکه دیگه خیلی بدیهیه. کیفیت منظور اینه که خب خیلی‌ها اینو قبلا استفاده کردن، کتابخونه‌ها رو دیباگ کردن. تو الکترونیک به اندازه کافی همیشه این کابوس هست که الان یه چیزی کار نمی‌کنه، مثل نرم افزار نیست که بگین حالا یه بریک پوینت بذاریم، یه دیباگر بذاریم، یه جی دی بی بزنیم ببینیم الان چه خبره. وقتی که یه دیوایس الکترونیکی کار نمی‌کنه هزار جا ممکنه مشکل داشته باشه، از تغذیه بگیرین تا اینکه مثلا مونتاژ کار یه پایه رو اشتباه لحیم کرده باشه. اینا هست. وای به روزی که شما نرم افزارتون هم مثلا باگ داشته باشه، میشه قشنگ اون 1000 تا میشه 2000 تا. وقتی از یه همچین چیزی دارین استفاده میکنین، خب میلیون ها نفر اینو قبلا تستش کردن، این پیس آف کودی که شما دارین استفاده میکنین. تست کردنش راحته. چرا؟ چون خیلی جنبه های مختلف داره، میشه نرم افزار های مختلف رو استفاده کرد، نیاز نیست قبلش پرچیز بشه و بعد استفاده بشه. خیلی مشخص. اینم باز جزء اون مسائلی که بدیهیه. و یه سریاشون هم مثل اون سیستم عامل ریوت که گفتم، ریوت رو میتونیم به عنوان یه پروسس کامپایل کنین رو لینوکس استفاده کنین، یعنی قبل از اینکه اصلا سخت افزارش کنین بیاین و تستش کنین روی سیستم عامل پی سی تون. و یه ساپورت خیلی قوی داره، این هم خیلی خیلی قوی تر از ساپورت نرم افزارهای تجاریه. دیگه شمایی که این سمینار رو اومدین قطعا با نرم افزارهای آزاد کار کردین و دیدین توی یک نرم افزار آزاد وقتی یه مشکل بخورین سرچ کنین چقدر راه حل های مختلف هست و چقدر آدم بیکار هست که حتی اگه سوال جدیدی هم پرسیده بشه جواب بده. ولی خب حالا یه سری دیس ادوانتیج هم داره قطعا و یه سری انتقادهایی هست بهش. حالا ما این اولش نوشیم چون سمینار آزاد من نوشیم، اوکی خیلی خوبه، اوکی ریلاس. سه تا مشکل مهم هست. یکی این که لینوکس نسبت به یه میکروکنترولر یا امبد پروسسور مموری بیشتری نیاز داره، بالاخره یه سیستم عامل حرفه‌ایه. لینوکسی که شما دارین روی یه میکروپروسسور روی یه سیستم آی او تی مثل مثلا رسپبری پای اجرا میکنین همون لینوکسیه که روی دسکتاپ اجرا میشه. خیلی وقتا مثلا یه سری توزیع‌ها مثلا اوبونتو ماته وقتی دیستریبیوت میکنن توزیعشون رو واسه ورژن مثلا رسپبری پای یا بورد‌های دیگه هم میدن، اون ورژن دقیقاً همون چیزیه که روی پی سی نصب میشه از نظر عملکرد، نه از نظر کرنل. و بنابراین وقتی شما یه سیستم عامل حرفه‌ای دارین مموریش هم باید تامین کنین. پس روی دیگه میکروکنترلرهای خیلی کوچیک یا سامانه‌های خیلی کوچیک این قابل نصب و استفاده نیست. و مشکل ام سی یو هم داره، حتما باید ام سی یو 16 بیت به بالا باشه که ممکنه خیلی وقتا از نظر بحث تغذیه و مصرف شما رو محدود کنه که حتما از این استفاده کنین اگه بخواین از این استفاده کنین، یا بعد برین سراغ اون سیستم عاملای مثل ریوت و اینا، یعنی که کلا سیستم عامل رو بی خیال شین. و بزرگترین انتقادی که بهش هست اینا رو میگیم الان بی خیال دیگه، الان دنیا امروز با انرژی و حالا بحث یه کمی هم مموری اینا اصلا مشکلی نداره، بحث پردازش ریل تایمه. ریل تایم یعنی چی؟ یعنی این که وقتی که شما یک سیستم عامل دارین، بذارین من اسلایدشو بیارم روی اون صحبت کنم، ما نوشتیم واقعیت یا یک
رویای فانتزی. به خاطر اینکه وقتی که شما یه سیستم عامل دارین، یه درخواستی میاد، مثلا فرض کنین میخواین یه سیگنال صدا رو سمپلینگ کنین، از روش نمونه برداری کنین، یه درخواستی از سمت اپلیکیشن شما میاد، این تا تی بشه برسه به سیستم عامل که یه هفت‌خوان رستم میگذرونه، بعد که رسید به سیستم عامل، سیستم عامل درخواست رو مثل همه درخواست‌های دیگه میبینه، یعنی تبعیضی بینش قائل نمیشه. پس بنابراین وقتی شما میخواین با یه نرخ ثابتی از یه مثلا سیگنال صوتی نمونه برداری کنین، این سیستم عامل چون اصلا نمیفهمه شما دارین چی کار میکنین، در نهایت یه چیز فوق العاده افتضاح میگیرین. یعنی مثلا همین رسپبری پایی که اینجا هست، این کلاکش 1.2 گیگاهرتزه، در حد یه کامپیوتره، ولی وقتی که شما بخواین روی پیناش فقط سمپلینگ انجام بدین، ماکسیموم 60 کیلوهرتز به شما میده، 60 مگاهرتز هم نه 60 کیلوهرتز. علتش همینه، علتش اینه که سیستم عاملی اینجا وجود داره که کلی کار باید بکنه، کلی کار دیگه، جدای از اینکه اون سیگنال رو ورودیشو بخونه یا قطع و وصلش کنه. به خاطر همین توی کاربردهای ریل تایم وقتی که شما بخواید یه چیزی رو سمپلینگ کنین یا یه کار حساسی داشته باشین که بخواید مثلا یه رباتی به محض اینکه فلان چیز افتاد اون قطع بشه، استفاده از اینها با مشکل اساسی روبرو. حالا اینکه این پس یه دریمه؟ نه دریم نیست، خود در واقع الان این مثالاشه که مثلا الان سرو موتور بچه ها اینجا آوردن، سرو موتورها در واقع موتورهایی هستن که برخلاف موتورهای استپ که بهشون پالس میدی، اینجا باید بهشون پی دبلیو ام بدی، سیگنال دقیق میخوان و در هر لحظه اون سیگنال باید بیاد، سیگنال یه کوچولو این ور اون ور بشه، همون اتفاقی که قطعا میفته، این کلا شروع میکنه به چت زدن که اینجا میبینین الان، یا مثلا سیگنال های فرکانس، یا مثلا کنترل کردن ربات سنسیتیو، یا مثلا یه فلایت کنترلر بخوایم تهیه کنیم، اینا همشون با مشکل روبرو میشه. خود تیم ما 3 راه حل واسه این قضیه تا به حال انجام داده، یعنی پیاده کرده، و این قطعا خیلی بیشتر هم مثلا همین الان دقیقا 10 دقیقه قبل از اینکه ما اهرام شروع بشه داشتیم جنبندی میکنیم، یکی از بچه ها گفت من یه راه حل دیگه هم پیدا کردم. یعنی خیلی راه حل های زیادی قطعا هست، ولی این ستاییه که ما انجام دادیم و به یه فرکانس های خیلی خیلی بالایی رسیدیم، در این حد که مثلا اگه حتی بحث سمپلینگ صوت باشه، سمپلینگ صوت با یه سیستم مثلا میکرو کنترلری که حتی بگن که حالا این بهترینه واسه سمپلینگ صوت، اگه تا 48 کیلوبیت پر سکند تونستن سمپلینگ کنن، ما با سیستم عامل تا 192 هم رفتیم. یعنی فوق العاده حتی از اون کاربرد بهتر کار میکنه، و وقتی که شما یه سیگنال مثلا صوتی رو بتونین سمپلینگ کنین روی این به صورت ریل تایم، اتفاقی که میفته و فرقی که داره با یه میکرو کنترلر اینه که 4 هسته 1.2 گیگاهرتزی تشنه اینجا نشستن مثل گرگ که این سیگنال شما رو پردازش کنن، ولی خب شما توی میکرو این قدرت پردازش رو ندارین، فقط کافیه که از این صد ریل تایم بتونین رد بشین توی سیستم های امبدد تا تازه به اون قدرتی که اینها دارن برسین. فقط توی کاربردهای ریل تایم ها، خیلی از کاربردهای ما ریل تایم نیست، ولی این بزرگترین ایرادیه که به این سیستم ها میگیرن. اون 3 راه حل ایناست که مفصل دقیقا تو کارگاه بعدی بعد صحبت های من میان بچه‌ها صحبت می‌کنن در موردش. یکی اینکه از اینترفیس ها استفاده کنیم، ببخشید من اینو میذارم بعد برمی‌دارم، این خود مثلا یه چیزی مثل رسپبری پای کلی اینترفیس داره، اینترفیس های تابلو مثل مثلا یو اس بی و اترنت و غیر تابلو، اینترفیس هایی که روی خود جی پی آی اش گذاشته که میتونین از اینا استفاده کنین و سیستم عاملا به رسمیت میشناسنش، میشناستش و میتونین چیز کنین. یعنی مثلا شما میتونین یه میکروفون یو اس بی به این وصل کنین بدون اینکه کار خاصی انجام بشه، خیلی راحت سامپلینگ رو انجام بدین. یک راهل دیگه که این رو هم ما تست کردیم و در واقع پیاده کردیم مثلا توی پروژه‌ای، پیاده کردن یه درایور سیستمیه که بیاد از یه راه دیگه‌ای که یه خود رسمی نیست، تمام کدا هست، خیلی راحت میتونین یه درایور تولید کنین که اون چیزی که شما میخواین داشته باشه. و یه راه حل دیگه‌اش اینه که بیاین یه کوپروسسور درست کنین که اون یه سری کارها رو انجام بده و بعد به سیستم اصلی شما که مثلا یه رسپبری پای باشه اینو منتقلش کنه، رسپبری پای کارهای سخت‌ترش رو انجام بده، اون مثلا کلا کوپروسسور کارش کلا فقط گرفتن سیگنال باشه، هیچ کار دیگه غیر از این نداره. وقتی هیچ کار دیگه غیر از این نداره، قطعاً میتونه این کارو خیلی خوب انجام بده. بعد شما بیاین اینو وصلش کنین به سیستم اصلیتون. اما حالا ما اینجا مبحث آخری که میخوام خدمتون بگم، وقتم خیلی گذشت، همون بحثی که اولش هم گفتم، سلطه نرم افزارهای فری دقیقا توی حوزه
اینترنت اشیا و حوزه امبدد مطرح میشه. اینترنت اشیا یعنی چی؟ یعنی اینکه الان غیر از ایران خیلی از کشورهای دیگه که اینترنت اصلا هیچی نیست، یعنی در حد آب خوردنه یا در حد نیازهای اولیه بهش دسترسی دارن، اینترنت اشیا مسئله هستش که خیلی پررنگه. یعنی اینکه کلاً نشون میده که همه چیز باید به اینترنت وصل باشه و همه چیز از راه دور قابل کنترل باشه و همه چیز دیتا جمع کنه. حالا اینکه این دیتا ها بعداً چه جوری برن پردازش بشن این یه مسئله است. مسئله خود اون دیوایس هایی هستن که دارن این کار رو در آخرین ساعت انجام میدن. اینکه یه ساعت بعدش یه سری کارهای مهندسی نرم افزار خیلی قشنگ و خفن و خوفه، ولی خود اون تهش دیوایس هایی که قراره این کار رو انجام بدن خیلی فاصله دارن با اون چیزی که یه میکرو یا یه میکرو پروسسور میتونه انجام بده، چون این دیوایس باید بتونه خیلی کارها بکنه. که الان صحبتی که ما اینجا میکنیم میبینیم که این دیوایس ها انقدر قدرتمندن که حتی میتونن یه سری کارها رو خودشون بکنن، مثلا یه سری پردازش تصویر انجام بدن که ما الان تو یکی از کارگاهامون هست. در مورد این هم صحبت میکنیم. اینترنت اشیا کلا به این معنی هستش. در مورد اینترنت اشیا صحبت میکنیم، کاربرد اینترنت اشیا، اینکه حالا اینجا چرا میگیم که واقعا لینوکس دوباره داره خودش رو نشون میده، و بعد هم یه خورده در مورد کامپیوتیشن هم صحبت میکنیم. تعریف اینترنت اشیا همین چیزیه که خدمتتون گفتم، الا ماشاءالله تعریف داره، ولی کانسپت اصلیش به این صورته. دیوایس هایی که در واقع اینجا نوشته که ببینین آبجکت هایی که امبد شدن از الکترونیک، نرم افزار، سنسور و ابزارهای کانکتیویتی که بتونن یک جهان کاملا کانکت شده رو در واقع حاصل کنن، چیزی که الان حاصل شده. حالا تو ایران یه خورده داستان داره، ولی واقعا حاصل شده. این رو اگه تا به حال در موردش نشنیدین یا دنبالش نبودین، من پیشنهاد میکنم حتما حتما شده حتی یه سرچ کوچولو در موردش بکنین که اینترنت اشیا چیه، اصلا میخوان چی کار بکنن اون افرادی که در واقع اینو راه انداختن. اما کاربردهای اینترنت اشیا محدود به این لیست نیست، ولی ما فقط یه سری چیزای کلی گذاشتیم. تابلو ترینش اینه که میشه یه خونه هوشمند ساخت، خونه‌ای که از دور قابل کنترل باشه، خودش یه سری کارا رو بکنه. میشه یه سری در واقع لباس‌هایی ساخت که خودشون یه کارایی بکنن که اینها رو دیدین قطعا. مهم اینه که اینها کانکت باشن. بحث کانکتیویتیش مهمه، یعنی این یه لباس هوشمند لزوما اینترنت اشیا نیست. شهر هوشمند در واقع حالا در ادامه کشاورزی، ماشین‌هایی که خودشون کنترل میشن از راه دور، اینا دقیقاً نیاز دارن که یک سیستمی بیاد و این پیچیدگی رو کنترل کنه. که این حالا من این اسلایدم رد میشم، چون این حالا در مورد همون اوپن سورس ها بود. پروژه دیگه کوچولو فقط توضیح بدم، پروژه های فوق العاده زیادی اوپن سورس هست. یعنی شما یه پروژه اینترنت اشیا الان بخواید راه بندازید، همه کارش شده. یعنی اصلا نیازی نیست کاری بکنیم، چه تجاری و چه آزاد. یعنی یه سری اینترفیس ها هست که دیوایس های شما رو به هم کانکت میکنن، یه سری اینترفیس ها هست دیتا های شما رو پردازش میکنن، یه سری در واقع فریم ورک ها هست که مثلا اون اند تو اند آی او تی رو چیز میکنن که ما اینجا لیست کردیم، فقط بعدا اگه کسی از روی اسلاید خواست بره اینها رو بتونه در واقع استفاده کنه ازشون. اینا تاپ هاش هست، خیلی بیشتر از اینا هستن. همه کار انجام شده. یعنی شما یه پروژه‌ای که شاید مثلا 5-6 سال پیش در حد مثلا پروژه ملی میتونست تعریف بشه، 3-4 سال کار میبرد، و الان واقعا یه هفته ای میتونین انجام بدین. من واقعا این یه هفته رو چرت نمیگم، واقعا یه هفته ای میتونین انجام بدین با استفاده از سیستم عامل متن‌باز، پروژه های متن‌باز و سخت افزار های اوپن. مهم اینه که همون بحث کار دانشجویی و کار سنتی پیش میاد، یعنی کاری که 3 روزه آماده بشه، بچه بازی و کار دانشجویی، کاری که مثلا یک ساله آماده بشه کار صنعتی و خوبه. اما سخت افزارهای خیلی خیلی زیادی هم وجود دارن واسه بحث آیوتی که یه سریاشون اینجا هست، قطعا یه سریاشون شنیدین، شاید یه سریاشون رو نشنیده باشین. من الان دو تا نمونه، یکی واسه خود شرکت اینتل و یکی برای بنیاد راسپبری رو معرفی میکنم بهتون که صرفا آشنا بشین باهاش. این بورد راسپبری که احتمالاً همتون در موردش شنیدین فوق‌العاده قدرتمنده، مطمئنم نصفتون حداقل باش کار کردین قبلا. این کلاً در حد یه پرسونال کامپیوتر به شما پرفورمنس میده و میتونین کارهای حتی عادی روزمره رو باهاش انجام بدین. کما اینکه حالا در ادامه یکی از بچه‌ها میاد و یه کامپیوتیشن خیلی قوی رو روش انجام میده، واسه پردازش تصویر رو روش انجام میده. 4 تا هسته 1.2 گیگابایتی واقعا چیز کمی نیست.
و پر از اینترفیس و فوق العاده. حالا قبلش اگر که کارگاه قبلی که بود در مورد رسپبری پای احتمالاً دوستان توضیح دادن، سیستم عامل های زیادی هم واسش هست، در این حدی که الان یه سری از مثلا کامیونیتی ها مثل اوبونتو وقتی که یه ورژنی مثلا اوبونتو ماته میدن واسه پی سی، میدن x86 x64، یه دونه دیگه از آرمه که واسه اینه، یعنی شما فقط دانلودش میکنی، برنش میکنی روی SD، میزنی این تو میاد بالا با کیفیت فوق العاده بالا، یعنی الان خروجی HDMI داره و میتونه ویدیوهای فول HD رو راحت پلی کنه، کارت گرافیک اصلا دیدیکیتد داره، نیمه دیدیکیتد جی پی یو داره در واقع، و فوق العاده میشه کارهای زیادی باش کرد، فوق العاده. تنها ایرادی که میشه بهش گرفت همون بحث ریل تایم بودنشه، فقط همونه که اگه بشه بهش فائق اومد با اون راه حل هایی که گفتم و حالا بچه ها میان در موردش تجربیاتی که ما خودمون داشتیم و منتقل میکنم بهتون، اصلا دیگه ردخور نداره که واسه هر چیزی میشه ازش استفاده کرد. ایراد بعدی میتونه فقط بحث اندازش باشه و مصرفش که در مورد اینم الان تو اسلاید بعد صحبت میکنیم. این برد اینتل ادیسون من بی اقراق بگم جالب ترین و پیشرفته ترین تکنولوژی که من تا به امروز اصلا باهاش روبرو شدم در زندگی. یه برد فوق العاده کوچولو، اندازه‌شو می‌بینید، اندازه یه سکه است، که قابلیت‌هایی که داره، قابلیت‌هایی که در حد یه سیستم یه پی سی که 10 سال پیش شما داشتین استفاده می‌کردین، شاید یکم بهتره تا. و اندازه و مصرفش همون بسیه گفتم در مورد رسپبری، اندازه و مصرفش فوق العاده پایینه، اندازش اندازه یه سکه است و مصرفش، حالا ما دقیق خودمون اندازه نگرفتیم، چیزی در حدود 60 الی 80 میلی آمپره وقتی ازش استفاده میکنید. قدرتی که داره ماورای تصور شماست نسبت به اندازه‌ای که هست، این اندازه‌ای که میبینید. یه سرچ فقط بکنید در مورد اینتل ادیسون، کارهایی که باش میشه، ویدیوهایی که ببینین باهاش کار میکنه، مثلا طرف اومده یه رباتی ساخته با یه باتری کار میکنه، با یه باتری لیتیومی کوچیک، کاری که میکنه اینه، روش یه دونه شبکه عصبی داره، شبکه عصبی رو ترین کرده روی این، یه دوربین گذاشته، از روی خروجی اون شبکه عصبی رد میشه، مثلا سکه هایی که توی اون دوربین رد میشه رو دیتکت میکنه، مینویسه این مثلا چند پنیه، با همین بردی که الان دیدین انقدر بود. حالا دقیقا کاری که اینتل داشت یعنی کرد در زمینه پرسونال کامپیوترها ادامه داره و چیزی که ما داریم رصد میکنیم، یعنی کارهایی که داره میکنه تا 3-4 سال آینده قطعا میترکونه این حوزه رو، یعنی اصلا دیگه به پوچی خواهیم رسید. الان بردی که تولید کرده و تازه شاید مثلا این هفته یا هفته دیگه بیاد تو بازار، حالا ایران نمیدونم بیاد یا نه، یه چیزی از ادیسون هم خفن‌تر به نام ژول. اسم گذاری‌هاشون هم کلاً بر مبنای چیز ادیسون دارن، ژول دارن، گالیله دارن، مول دارن، این تیپی اسم گذاری میکنن. یه مسئله مهم در مورد ادیسون این بودش که فرقی که با رسپبری داره اینه که رسپبری پردازندش آرمه، یعنی کتابخونه و سیستم عاملی که شما استفاده میکنید روی آرم باید کامپایل شده باشه، این 32 بیتیه، یعنی دقیقاً نرم افزاری که روش استفاده میشه همون نرم افزاریه که روی کامپیوتر استفاده میشه. این اینتل ژول چیزی که اندازه‌شو میبینید 2 برابر یه سکه است، بی اقراق بگم غیر از بحث استوریجش از این لپتاپی که من الان اینجا دارم قدرتمندتره، مصرف پایین، اندازه کوچیک و قابلیت‌های فوق‌العاده وحشتناک، همش هم داخل اینه. مثل سی پی یو نگاش نکنین که یه سی پی یو رو می‌ذارین رو مادربرد، رم و هارد و فلان اینا جدا می‌خوره، اگه نوشته وای‌فای داره، اگه نوشته بلوتوث داره، ادیسون هم داشت، همش توی همینه. یعنی وقتی که این الان وای‌فای داره، این خودش خود این وای‌فای داره، این نیست که بگیم حالا یه دونه روتر رو باید بهش بزنیم فلان کنیم، اینم هم همین، مثلا همه اینا رو داخل این داره و با اندازه 2 برابر یه سکه فقط. اما یکی از کارگاه‌هایی که الان تقریبا حالا فکر کنم یه ساعت و نیم دیگه بچه‌ها بیان در موردش صحبت کنن، بس کامپیوتیشن، استند الان کامپیوتیشن، وقتی می‌بینی اینها اینقدر قدرتمندن در حد پی سی ان واقعا، و این کاری که اینتل داره میکنه اینه که به نظر من تا 3-4 سال دیگه از پی سی هم میزنن جلو، یه چیزی که اینقدر همه کار خودش میکنه، اینها میتونن به عنوان پردازنده های استفاده بشن که وقتی استندالونن خودشون یه کاری بکنن، یعنی خودش مثلا بیاد اسپیچ تشخیص بده، خودش بیاد
یه پردازش ماشین لرنینگ بود، دیگه همه چیزو نسپره به سرور خودش بیاد انجام بده و مثلا ایمیج پروسس بکنه، که الان یکی از بچه‌ها میاد زحمتشو میکشه، یا ویدیو انکد کنه. این کاری که ما داریم باش میکنیم، واسه انکدینگ ویدیو واقعا چیز ساده ای نیست، ولی اینها خیلی راحت میتونن این کارو انجام بدن. کلا هم بخوام یه فقط یه کانکلوژن داشته باشم، اینه که چرا باید چرخو دوباره اختراع کنیم وقتی که اصلا مجبور نیستیم این کارو بکنیم. حالا اگه مجبور بودیم یه چیزی، ولی وقتی مجبور نیستیم خب چرا این کارو بکنیم. کل چیزی که صحبت کردیم در موردش و حالا مثال‌های عملیشو بچه‌ها میان زحمت میکشن ارائه میدن در مورد این بود.